درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان. در خدمت شما هستیم با ادامه آموزش استپر موتور با پی ال سی دلتای ایرانی. خب همطور که اینجا میبینید ما یه سی پی یو 14 اس اس 2 ترانزیستوری داریم، در کنارش هم یه پی ال سی 14 اس اس 2 ترانزیستوری تایوان داریم. از نظر برنامه نویسی تمام برنامه هایی که ما اینجا می نویسیم شما روی تایوان هم میتونین استفاده بکنید، ولی خب همون کار رو میتونید روی ایتک با نصف قیمت انجام بدین. دقیقا معادل تایوان به خوبی شما میبینید که همه برنامه هایی که ما مد نظرمون هست رو میاد و اجرا میکنه. خب تا اینجا ما یه مرور بکنیم که چیکار انجام دادیم. اول اومدیم از دستور PLSY استفاده کردیم. زمانی که ما میایم و به اصطلاح enable رو فعال میکنیم، بر اساس فرکانس و میزان پالسی که براش در نظر گرفتیم میاد میچرخه، مموری 10-29 میاد چیکار میکنه؟ ریسیت میکنه M1 رو. حالا توی این فاصله اگر Y1 هم فعال باشه، یعنی قبل از اینکه انیبل رو ما فعال بکنیم، اگر بیایم اینجا مثلا M5 اوت کن Y1 رو، اگر Y1 هم وصل کرده باشیم به سخت افزار، یعنی وایه که PLC رو وصل کرده باشیم به دایرکشن، اگر فعالش بکنیم، ببینیم من دوباره میذارم کای 1000 و اینم میذارم کای 1000، ببینید جهت چرخش برعکس میشه. ببینید حالا من اینو غیر فعالش بکنم، ببینید جهت چرخش عوض میشه. PLSY رو به صورت کامل گفتیم، بعد اومدیم به دو جهت این کار رو انجام دادیم. حالا یه دستور دیگه وجود داره اینجا به اسم DDRVI که اینجا ببینید DDRVI. حالا شما اجزاشو اگر نمیدونید میتونید علامت سوال رو بزنید، ببینید S1 S2 D1 D2. اولی تعداد پالس رو به شما نشون میده، بعدی فرکانس پالس خروجی هستش و دوتای بعدی هم مربوط به پالسی که قراره توی خروجی داشته باشیم و دایرکشن یا همون روتیشن. اینجا نکته ای که نسبت به PLSY هستش اینه که گزینه اول یعنی S1 اگر مثبت باشه به صورت فوروارد و اگر منفی باشه به صورت بکوارد. الان اینو میخوایم با هم دیگه تست بکنیم. خب دوباره پس من از همون D2 D مثلا 4 اینجا میگم Y0، دایرکشن من Y1، یعنی یه جز اینجا میاد اضافه میشه. خب اینو دیگه لازم نداریم برای جهت عوض بشه. مموری 10-29 هم که سر جاش هست. اینجا هم میتونید از لبه استفاده کنید. حالا اینجا من اومدم از خود کنتاکت استفاده کردم. به پالسا که تموم میشه M1 که همون enable مون هست رو میاد غیر فعال میکنه. خب اینو کامپایلش میکنم. خب اینجا در نظر داشته باشین این بار گزینه اول تعداد پالسه و فرکانس نیست. من میرم روی حالت آنلاین، ببینید خب الان اولی تعداد پالسه، مثلا من میذارم کای 10000، درسته؟ دومی رو D2 رو میذارم کای مثلا 1000. خب الان با 10 ثانیه طول بکشه. ببینید دیگه ما اینجا M1 رو که فعال میکنیم به اندازه 10 ثانیه استپر ما، یعنی هر یک ثانیه 1000 تا پالس که در نهایت میشه 10000 تا پالس اینجا داره. ببینید یه بار دیگه، خب نکته ای که اینجا الان با در نظر داشته باشی این هستش که اگر تعداد این پالس ها رو من بذارم 32 بیتی، کای منفی 10000، اگر این کار رو انجام بدیم من M1 رو که فعال میکنم جهت عوض میشه. پس شما میتونید اگر خواستین جهت رو عوض بکنید. کافیه که توی این تعداد پالسا توی دستور DDRVI بیاین چیکار کنین، عددی که داریم میریزین عدد منفی باشه. ما اینجا اومدیم گفتیم Y0 Y1، خودش Y1 رو به عنوان دایرکشن اینجا میگیره. شما کافیه که اینجا عدد منفی بدین، عدد منفی که بدین جهت عوض میشه. دوباره من ببینید یه بار دیگه، خب حالا میام همین عدد رو دوباره مثبت میدم کای 10000. خب ببینید جهتش عوض شد.
پس توی DDRVI مثل PLSY هستش، یک جزء بیشتر داره. اونجا مثلا S1 S2 بود و یه خروجی، اینجا میگه مثلا YSF Y1، درسته؟ 1029 که خب همون کار رو انجام میده. و حالا مقداری که به عنوان پالس در نظر میگیریم دیگه ما جداگونه یه مموری، یه خروجی به صورت BT در نظر نمیگیریم که بیاد Y1 رو بیاد برای ما فعال بکنه. صرفا وقتی که مقدار پالس اون که الان اینجا D2 هست، شما مقدار که میدین اگر منفی باشه خودش جهتش عوض میشه، که حالا اینجا برای پروژه هاتون میتونید از این استفاده کنید. حالا اگر بخوایم مثل اون پروژه قبلی جهت به سلو عوض بشه، دیگه لازم نیست شما Y1 رو ست کنید، کافیه که اون لحظه ای که میخواد برنامه به سلو استپر شما برعکس بچرخه، کافیه که داخل این در واقع مقدار پالسی که در واقع هستش بیاین عددی که میریزین منفی بریزین. حالا ممکنه شما 1000 10000 تا برین جلو، بخوایم 5000 تا برگردیم، منفی 5000 داخلش میریزین، باز دوباره میخواین 20000 تا برین جلو، باز مثبت 20000، باز میخواین 1000 تا برگردیم، منهای 1000 میریزین توش. وقتی منفی میریزین خود به خود دایرکشن عمل میکنه و جهت چرخش استپر شما تغییر میکنه، که همطور که اینجا مشاهده کردید این تغییر روی سخت افزار قابل دیدن بود. این هم توضیحاتی از دستور DDRVI که خدمتتون ارائه شد. امیدوارم از این فیلم آموزشی استفاده کافی رو برده باشین. دوستانی که سوال فنی توی هر مرحله از فیلم‌های آموزشی دارن میتونن با شماره PLC1 تماس بگیرم و در خدمتشون خواهیم بود. پیروز باشید.